بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. خصوصيات هاي پیامبر صلى الله عليه وسلم. از خصوصيات هاي او صلى الله عليه وسلم انكي بدين اسلامي آسان فرستاده شد. ابن قایم رحمه الله گفت میان حنفیه و آسان بخشنده بدن آن جمع آورد، پس آن در توحید حنفی است، در اخلاق آسان بخشنده و ضد این دو شرک و حرام گردانیدن حلال است. پیامبر صلی الله علیه و سلم را به سوی انسان و جن فرستاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پیامبر خاص در قومش فرستاده می شد و من به سوی همه مردم فرستاده شده ام. کتاب و دعوت او صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی فرمود الف لام را این قرآن کتاب است که بر تو نازل کردیم تا مردم را با فرمان پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی براری، راه الله پیروزمند ستوده. سوره ابراهیم آیه 1. معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم. بزرگترین معجزه او صلی الله علیه و سلم قرآن است. معجزه برای رسولان و پیامبران پیش از او داده نشده بود، مگر که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن نصیبه بود. دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم دین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یکی از شما ایمان نمی آورد تا که من در نزدش از فرزندانش و پدرش و همه مردم محبوبتر باشم. حکم بدبیننده پیامبر صلی الله علیه و سلم. کافر کفر اکبر است. الله سبحانه و تعالی فرمود البته دشمنی تو بی نسل و بی عقیب است. سوره کوثر آیه 3. خلیلی او صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله مرا خلیل گرفت، همان گونه که ابراهیم را خلیل گرفته بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از اولوالعزم هستند. الله سبحانه و تعالی فرمود چون از پیامبران عهد ایشان را گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم گرفتیم. سوره احزاب آیه 7. علم پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من داناترین شما به الله هستم. الله سبحانه و تعالی فرمود بگو من نمیگویم که خزینه های الله نزد من است و غیب نمیدونم و به شما نمیگویم که من فرشته ام. و از خصوصیت های دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که حکم اطاعت کننده و اختلاف کننده او. الله سبحانه و تعالی فرمود بگو اگر الله را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را برایتان بیامرزد. سوره آل عمران آیه 31. و اینچنین فرمود وسوسه نشوید و اندوهگین نشوید و شما برتر هستید اگر مؤمن باشید. سوره آل عمران آیه 139. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همتون داخل جنت می شوید مگر کسی که نخواهد. گفتند ای رسول الله کی نمی خواهد؟ فرمودند کسی مرا اطاعت کرد داخل جنت شود و کسی که مرا به فرمانی کرد پس داخل شدن جنت را نخواسته است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خواری و ذلت بر کسی که امر مرا مخالفت میکند گردانده شده است. امت پیامبر صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی فرمود شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدید، امر به معروف میکنید و نهی از منکر مینمایید و به الله ایمان دارید. سوره آل عمران آیه 110. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سوگند به ذاتی که جان من در دست اوست هر آینه من طمع دارم که نصف اهل جنت باشید. شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم. شهر او صلی الله علیه و سلم مکه است. الله سبحانه و تعالی فرمود براستی نخستین خانه ای که برای عبادت مردم قرار داده شد همان است که در مکه است که پربرکت و سبب هدایت جهانیان است.
در آن نشانه های رفشان از جمله مقام ابراهیم است و هر کس داخل آن یعنی حرم شد در امان خواهد بود و برای الله حج خانه کعبه بر مردم واجب است. البته کسی که توانی رفتن به سوی آن را دارد و هر کس کفر ورزد بیشک الله از جهانیان بی نیاز است. سوره آل عمران آیت 96-97. و مکه شهر حرام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله سبحانه و تعالی این شهر را از روزی که آسمان ها و زمین را آفرید حرام گردانید، پس آن به حرام گردانیدن الله حرام است و آن تا روز قیامت شهر مسلمانان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بعدی کشادن مکه هجرت نیست. قبله پیامبر صلی الله علیه و سلم، قبله او صلی الله علیه و سلم به سوی کعبه است و پیش از این به سوی بیت المقدس بود. الله سبحانه و تعالی فرمود به تحقیق ما گرداندن روی تو را به سوی آسمان میبینیم، اکنون تو را به سوی قبله که به آن خوشنود شوی باز میگردانیم، پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به سوی آن بگردانید. سوره بقره آیه 144. و مسجد حرام اولین مسجدی که در زمین بنا کرده شده است. ابو ذر رضی الله عنه گفت من رسول الله صلی الله علیه و سلم از اولین مسجدی که در زمین بنا کرده شده بود پرسیدم، پس فرمودند مسجد حرام است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که به این خانه آید پس با همسرش همخوابگی نکند و گناه نکند، مانند روزی که مادرش او را تولد کرده است بازگردد. قبله پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز در مسجد الحرام اجر 100,000 نماز در دیگر مسجدها را دارد و نماز در مسجد من اجر 1,000 نماز را دارد و در بیت المقدس اجر 500 نماز را دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند باری سفر بسته نمی شود مگر به سوی 3 مسجد، مسجد الحرام، مسجد من و مسجد اقصا. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه برای قضای حاجت آمدید پس رو به پشت به سوی قبله نکنید، ولیکن طرف شرق یا غرب رو آورید.